در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. واکنش لیبیا و تهاجمات مصر بر گروه دولت اسلامی در اراضی آن کشور. د اوکراین د اوربان موافقه لا هم پرزیده، خو ولی د درنو وسلو بریدونه دوام لري. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید با منافع ملی نباید معامله صورت گیرد. او موږ د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د کرکټ نړیوال جام کې د سیالۍ پیل کېدو لپاره شیبې شمارو. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. واکنش لیبیا و استفاده از اراضیش در ماموریت مصر علیه گروه دولت اسلامی، تنش در اوکراین به دنبال اعمال آتش بس، وقوع انفجار انتحاری در پاکستان و نظریات کپتان تیم ملی کرکت افغانستان را در مورد رقابت این تیم در جام جهانی کرکت در گزارش های مشاهده خواهید کرد و در زمره چند خبر و گزارش این ساعت قرار دارد. با سلام به شما، امروز شنبه 17 ماه فوریه سال 2015 می باشد. لینا روزبه هستم و برنامه را با این گزارش از افغانستان آغاز می کنم. مقامات ولایت لوگر می گویند که در نتیجه حمله گروه بر قماندانی امنیه ولایت ننگرهار حداقل 22 پلیس کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس این گزارش، نخست یک بمبگذار انتحاری خود را در دروازه قماندانی امنیه منفجر ساخت و بعد بمبگذار دیگر در محوطه محل خود را در حال انفجار داده است که پلیس ها برای خوردن نان چاشت در آن جمع شده بودند. این در حالی است که ذبی الله مجاهد، سخنگوی داشته طالبان، مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. در این زمان امروز سه‌شنبه در کابل بر اثر انفجار یک بم یک تن مجروح شده است. پلیس بیان می‌دارد که این واقعه بر اثر انفجار بم مغناطیسی جابجا شده در یک موتر صورت گرفت و شدت انفجار باعث تکان منطقه شد، ولی جزئیات بیشتر در مورد تعداد مجروحین بر اثر این انفجار ارائه نشده است. باز هم از افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که دولت هیچگاه با منافع ملی معامله نمی کند. رئیس اجرایی مستقل بودن سیاست های خارجی افغانستان را تاکید نمود و بیان داشت که دولت هیچگاه به هیچ کشور حق مداخله در سیاست خارجی افغانستان را نخواهد داد. عبدالله عبدالله در سیمینار سه روزه‌ای که از سوی وزارت امور داخله به منظور دریافت آزمون‌ها و راه حل مسائل امنیتی برگزار شده بود، افزود که نباید در ادامه گفتگوهای صلح سوء تفاهم صورت گیرد و اضافه کرد که نیروهای امنیتی نیز باید وظیفه‌شان را بدور از سیاست‌ها و بدون تبعیض انجام دهند. هیچ وقت باید اینطور یک تزلزل در تصمیم و عزم و اراده نیروهای ملی ما پیدا نشه که اونایی که ما با اونا جنگیدیم، می جنگیم و از حق مردم دفاع می کنیم، اونا میان بر کشور ما تسلط پیدا می کنند و از ما انتقام می گیرند. در این نشست در کنار مسئولان نهادهای امنیتی از مرکز و ولایت‌ها، قمندان عمومی نیروهای ناتو نیز شرکت داشت و بیان داشت که بزرگترین مشکل در برابر نیروهای امنیتی افغانستان فرارسیدن فصل جنگ است. بزرگترین چالشی که پیش رویتان قرار خواهد داشت آمدن فصل جنگ است. پس شما باید از این فرصت استفاده کنید و آمادگی کاملتان را بگیرید. همچنان معین امنیتی وزارت امور داخله در این نشست تعداد مخالفین سیاسی را نزدیک به 49,000 مخالف مسلح ذکر کرده است. راحیل شریف، لوید رستیز اردوی پاکستان و رضوان اختر رئیس استخبارات نظامی آیسای آن کشور امروز طی سفر غیر مترقبه به کابل رسیدند. اختر منیر مسئول مطبوعات سفارت پاکستان در کابل به صدای آمریکا بیان داشته است که این مقامات بلند رتبه نظامی پاکستان امروز در کابل خواهند ماند و با شماری از مقامات بلند رتبه سیاسی نظامی افغان روی همکاری های نظامی و دفاعی بین دو کشور صحبت خواهند کرد. قرار است رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در اواخر روز به این هیئت عالی رتبه پاکستانی ملاقات کند. افغانستان و ایران در آینده نزدیک سند همکاری های استراتژیک را به امضا می رسانند. محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، امروز در نشست با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی
حکومت وحدت ملی افغانستان بیان داشت که چارچوب این سند تایید شده و در آینده در سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران به امضا خواهد رسید. این سند شامل بخش‌های اقتصادی و امنیتی می‌گردد. معاون رئیس جمهور ایران در این ملاقات ابراز داشت که از تهدید گروه داعش هراس ندارد و با هم در مقابل آنان ایستادگی خواهند کرد. به امضا در بیاد و موضوع رحل برمالی قرار بگیره. در حوزه مسائل امنیتی همین سند حتما دارای مفاد دقیق و روشنی خواهد بود. در این نشست رئیس اجرایی عبدالله در مورد سخنان اخیر عبدربد رسول سیاف بیان داشته است که سخنان آقای سیاف در رسانه ها به شکل درستش بیان نشده است و مجاهدین هیچگاه از هم جدا نیستند. آقای عبدالله اعلام کرده است که با ختم رخصتی ولوسی جرگه بقیه اعضای کابینه برای کسب رأی اعتماد معرفی خواهند شد. می‌پردازیم به اخبار دیگر جهان. مقامات در پاکستان میگویند که یک انفجار توسط یک بمبگذار انتحاری در خارج از یک مرکز پلیس در شهر لاهور حداقل 5 تن را کشته و چندین تن دیگر را مجروح نموده است. گزارش‌های ابتدایی حاکی است که یک مرد پیاده و سمت دروازه این عمارت در مرکز پلیس در لاهور نزدیک شد و خود را منفجر ساخت. جماعت الاحرار، انشعابی از گروه طالبان پاکستانی، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است و سخنگوی این گروه بیان می‌دارد که تا زمان اعاده حکومت بر مبنای شریعت اسلامی به این حملات ادامه خواهند داد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید یک فیصله نامه را در مورد مداخله نظامی بین المللی در لیبیا اتخاذ کند. شرح بیشتر این تحولات را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید که مکنون در استودیو با ماست. آقای عزیز با سلام بر شما، بفرمایید که تقاضای رئیس جمهور مصر چگونه صورت گرفته؟ لینا جان سلام بر شما. رئیس جمهور مصر نه تنها این تقاضا را از سازمان ملل متحد کرده است، بلکه بعد از حملات هوایی دیروز بالای مراکز نظامی گروه دولت اسلامی در لیبیا که به خاطر انتقامگیری از سربریدن 21 نفر از عیسوی مذهبان مصری بود، از ایالات متحده آمریکا و اروپا نیز خواسته است تا در یک مداخله نظامی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی در لیبیا سهیم شوند. رئیس جمهور مصر همچنان گفته است که با در نظر داشت موافقه حکومت و مردم لیبیا که از مصر خواهان عمل شدند، هیچ گزینشی دیگر بجز از این وجود ندارد. آقای السیسی این توضیحات را یک روز بعد از آن در یک مصاحبه با رادیوی یوروپیه که فرانسه اظهار می‌دارد که حکومت مصر حملات هوایی را در شهر درنای کشور لیبیا بر مراکز نظامی گروه دولت اسلامی انجام داد. هدف از این حملات انتقامگیری از سربریدن 21 نفر عیسوی مذهبان قبطی آن کشور بود. اما حکومت مستقر در شهر طرابلس لیبیا امروز حملات هوایی مصر را مورد انتقاد قرار داده است. عمر الحاسی صدر اعظم حکومت موازی در طرابلس که از سوی ملیشه‌های اسلامی حمایت می‌شود، حملات دیروز مصر را نقض حاکمیت لیبیا خوانده است. این عمله خطرناک و عمل دهشت افغانی که توسط نیروهای هوایی مصر صورت گرفت، نقض از حاکمیت لیبیا، منشور ملل متحد و حقوق بین المللی می باشد. آقای الحاسی همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا جلوی حملات هوایی بیشتر مصر را بگیرند. حکومت لیبیا از جامعه بین المللی به خصوص از شورای امنیت ملل متحد می خواهد تا مسئولیت های خود را در برابر مردم لیبیا ادا کنند و این عمله خصمانه را مورد انتقاد قرار دهند و برای متوقف ساختن آن بالای حکومت مصر فشار وارد سازند. از سوی هم حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان شدیداً سربریدن گروگانان عیسوی مذهب مصری توسط گروه دولت اسلامی را تقبیح کرده است. ما باید شدیداً جرم وحشیانه ای که توسط داعش صورت گرفته است تقبیه کنیم. هیچ کس و یا هیچ منطق این گونه جرم را انجام نمی دهد. ما مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان، به حکومت مصر، مردم مصر و کلیسای قبطی ابراز می داریم. حسن نصرالله از حکومت کشورهای منطقه نیز خواست تا مشترکاً در برابر گروه دولت اسلامی مبارزه کنند.
رهبر گروه حزب الله لبنان همچنان ادعا کرد که ادارات استخباراتی امریکا و اسرائیل از گروه دولت اسلامی حمایت میکنند و آن گروه به خاطر منافع این دو کشور کار میکنند. او همچنان ادعا کرد که اسرائیل یگانه کشوری است که تا هنوز از تهدیدات گروه داعش متاثر نشده است و آن گروه را به حیث یک تهدید محسوب نمیکند. از سوی دیگر در تازه ترین اقدام پس از سربریده شدن دو شهروند ژاپنی از سوی گروه، حکومت ژاپن وعده داد تا مبلغ 15.5 میلیون دلار را به کشورهای شرق میانه و افریقا که با گروه دولت اسلامی در حال مبارزه اند بدهد. وزیر خارجه ژاپن امروز گفت که این کمک مالی به خاطر حمایت از مبارزات ضد دهشت افغانی، تقویت بخشیدن امنیت سرحدات کشورهای زیردخل و بلند بردن ظرفیت تحقیقات خواهد شد. لینا جان؟ ممنون و تشکر از شما. میپردازیم به تحولات در اوکراین. حکومت آلمان میگوید که بر اساس توافق میان روسیه، آلمان و اوکراین، ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا میتوانند از آتش بس در شرق اوکراین نظارت کنند. دو طرف درگیر در برابر تعهدات آتش بس در اوکراین در حال در دومین روز خود ناکام ماندند که نیروهای حکومتی و شورشیان حامی روسیه بر روز سه‌شنبه در انتقال سلاح و تسلیحات نظامی از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین در حالی که ضرب الاجل آن گذشته است ناکام ماندند. طبق موافقه آتش بس که در میان رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه رویان مذاکره صورت گرفت، هر دو جانب باید سلاح ثقیل را بر روز سه‌شنبه از این منطقه خارج می‌ساختند. این در حالی است که حکومت اوکراین و شورشیان حامی روسیه هر دو بر روز دوشنبه به تخلیه محل در صورتی که جانب مقابل به این امر مبادرت ورزد متحد شدند. یک طوفان قوی برف مناطق گسترده ای را در جنوب، غرب و شرق ایالات متحده تحت تاثیر خود قرار داده است. در برخی از شهرها مانند باستن ارتفاع برف باریده به بیش از 58 اینچ رسیده است و در طول روز گذشته شهر واشنگتن دی سی و هومیان نیز شاهد سردی شدید هوا و باریدن برف می باشد و امروز به دلیل این بارش برف دفاتر و مکاتب در مناطق مختلف واشنگتن دی سی و هومیان مسدود است. این در حال است که پیش بینی اوضاع جوی از باریدن برف بیشتر و احتمال سرد شدن شدید هوا تا ختم هفته خبر می دهد. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. می‌پردازیم به چند گزارش دیگر رسیده از افغانستان. سخنگویان ارشد حکومت وحدت ملی می‌گویند که در ارائه معلومات بر رسانه‌ها در میان سخنگویان دولت هماهنگی و موقف واحد وجود ندارد و باید ادارات حکومت از ارائه معلومات زد و نقیص بر رسانه‌ها پرهیز کنند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرائیه، در کنفرانس سخنگویان ارشد حکومت با تاکید بر ایجاد یک رویکرد مشخص بیان داشت که موقف متفاوت ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری در پیوند با رویدادها نادرست است. آقای رحیمی همچنان گفت که حکومت پس از برگشت اعضای ولسی جرگه از تعطیلات، 17 عضو دیگر کابینه را به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی خواهد کرد. او افزود که در این میان نامزد وزیران هم شاملند که قبلا نتوانسته بودند رأی اعتماد وکلا را به دست آورند. ما از نام بردن شخصیت های معین اجتناب میکنم، ولی به عنوان یک اصل ایره مطرح کردیم که احتمال داره برخی از وزرایی که برخی از وزارت ها معرفی شده بودن برای اعتماد به دست نیاوردن به یک وزارت دیگه طبق لزوم دید معرفیشان و دیگه را کدام مشکل قانونی فعلا وجود نداره. از جانب دیگر جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرائیه، بیان می‌دارد که حکومت در تلاش است تا هر چه زودتر فرمان را در مورد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان صادر کند و با گفته وی تا زمانی که این اصلاحات به میان نیاید حکومت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار نخواهد کرد. با
قاسم از افغانستان. انستیتوت جامعه مدنی افغانستان امروز به همکاری شبکه آقاخان و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID افتتاح شد. هدف از ایجاد این انستیتوت تصدیق اهلیت فعالان جامعه مدنی در مطابقت به معیارهای ملی و بین‌المللی ذکر شده است. انستیتوت مذکور روی هماهنگی‌های جامعه مدنی و ارتباط آنها با دولت، تمویل کنندگان و سکتور خصوصی تمرکز دارد. آقای عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در این کنفرانس حضور داشت و بیان نمود که انستیتوت مذکور برای رفع چالش‌های انکشافی افغانستان میتواند جامعه مدنی را با دولت افغانستان هماهنگ سازد. انستیتوت جامعه افغانستان، جامعه مدنی افغانستان ساخته شده تا امی ظرفیت‌های موجوده که در جامعه مدنی وجود داره اینا را به صورت متحد یک پارچه و دست به دست هم دیگر داده، مشکلات را که اگر سر رای ما در رای انکشاف کرد مسئله حتمی و ضروری است در هر جامعه، اگر مشکلات به وجود میاد با کمک هم بتانیم به این مشکلات فائق بیم و این مشکلات را رفع کنیم. مسئولین این انستیتوت میگویند که نهاد روی مؤثریت، شفافیت و کارایی جامعه مدنی متمرکز خواهد بود. در حالی که در مقالات مختلف در مورد معادن طبیعی افغانستان بررسی‌ها، تحلیل‌ها و مطالعات نشر می‌شود و روی موجودیت منابع غنی طبیعی در افغانستان که ارزش آن بالغ بر 1 میلیارد دلار و یا بیشتر ارزیابی شده است، معلومات ارائه می‌گردد، ولی تاکنون اکثر منابع افغانستان بهره برداری نشده و یا در پروسه طویل مطالعات و بررسی و مزایده قرار دارند. شرح بیشتر اهمیت استخراج معادن افغانستان را در عرصه بهبود اقتصاد آن کشور از مهمان این ساعت برنامه میشنویم. آقای محمد رفیق صدیقی، سخنگوی وزارت معدن پترولیم با ما هستند. آقای صدیقی سلام به شما، ممنون از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. قبل از اینکه ما بپردازیم به این موضوع، امروز نشستی در کابل بود که در او وزارت معدن و مقامات ارشد دیگه من جمله بانک‌های افغانستان حضور داشتن. بفرمایید که روی چه موضوعی این نشست تدویر یافت، چه ربطی به معدن داشت؟ بسیار تشکر. سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی و بینده های معزز شما. تشکر. نشست امروزی آنچه که بر پیرامون معادن بحث بود، 4 مسئله اساسی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان برنامه هایی که می تواند نقش ملموس و سازنده روی تقویت شفافیت در حوزه قراردادهای معادن، بستر مناسب ایجاد کردن برای که مردم هم سهیم باشن و بدانن که بالای سرمایه های ملتشان چه میگذره و آن چیزی که میگذره آیا برآمده از یک دید تکنیکی میاری و با یک سنجش عقلانی است یا اینکه در یک نابینایی محض تصمیم گرفته میشه. که امروز وزیر صاحب معدن در نشست 4 راهکار عمده را جهت رسیدن و یا استفاده بهینه از معادن مطرح ساختند. میکانیزم یا راهکار نخستشان ایجاد شورای مدیریت انکشاف معادن و پترولیم بود که در این شورا متخصصین، محققین، پژوهشگران، عمی از نماینده های از سکتور اقتصادی در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و توده های مردم که اظهار علاقمندی داشته باشند یا خواهان علاقمندی در اشتراک در چنین شورا باشند، چنین شورای برگزار میشه و هدف از این شورا ایجاد یک دورنمای واضح و روشن برآمده از نظریات متخصصین در تفاهم با توده های مردم که حداقل ما ارزش واقعی را برای مردم راست. بله، با عرض معذرت که من صحبت شما را قطع میکنم، به نظر میرسه که بیشتر این صحبت ها همیشه در مرحله صحبت باقی مانده، صحبت از سهیم بودن مردم، صحبت از مشترک المنافع بودن پروسه استخراج معدن، یک امر طبیعی است که باید حکومت خیلی قبل روی از او متمرکز می بود و واضحا معدن یک کشور باید به نفع ملت استفاده شود. ولی به نظر شما چرا در طول بیش از یک دهه از آغاز یک حکومت تازه در افغانستان فقط استخراج معدن در عرصه صحبت باقی مانده و معدنی که به مزایده هم گذاشته شدن مثل معدن مس عینک که چین در او شامل است هم هیچ گونه دستاوردی را در عرصه استخراج و آغاز پروسه از او نداشته؟ چرا این پروسه تا این حد کند و بتیست؟ باور ما متفاوت تر است. باور ما است که
در یک دهه پسین کارکرد وزارت معادن پترولیم نسبت به تاریخ تمام تاریخ گذشته افغانستان بی‌نظیر بوده. درست است که ضعف ها وجود داشته، ولی ضعف ها در تناسب بر دستاوردها میزانش صفر بوده. مسئله شورا و ای که سهیم شدن مردم هیچ زمان در صحبت باقی نمانده، بل شما حتما در جریان هستین و مستحضر هستین که در تمام قراردادهایی که تا امروز پیرامون معادن میشه، کمیسیون ها و کمیته های مختلف که از جمله میشه من به شما کمیته IMC را و شورای محترم وزیران و همین گونه پارلمان افغانستان که در قانون جدید تسجیل شده با عنوان کدهایی بسازیم که به نمایندگی از مردم میتونن سهیم باشن پیرامون قضایای معادن. اما این شورا یک دید جدید هیئت رهبری موجود و جدید وزارت معادن است و این شورا میتونه که با ترکیب از متخصصین و محققین، همین گونه کارگزاران حکومت که نسبت به معادن مسئولیت داره و همچنان توده های مردم خان اشتراک باشه، یک گام استوارتر نسبت به گذشته باشه. یک مسئله دیگر هم با استفاده از فرصت شریک می سازم که جدی است بر وزارت معادن و پترولیم. امروز در نشست که برگزار شد، وزیر صاحب معادن راهکار اقدامات جدی برای دوچندان شفافیت و تأمین شفافیت در حوزه قراردادهای معادن نیز مطرح ساختن که اقدامات جدید ما در چارچوب و قانون موجود به زودترین فرصت و شاید هم در ماه پیش رو از سوی وزارت معادن پترولیم با رسانه ها به عنوان پل ارتباطی با مردم شریک خواهد شد. بله، ممنون و تشکر از حضورتان آقای صدیقی، وزیر که جزئیات نشست امروز برای بیننده‌ها تشریح دادن. موفق باشین. تشکر. برمیگردیم به خبر از افغانستان. شرح بیشتر تحولات تازه در قبال خبر حمله گروهی بر ولایت لوگر. در حمله گروهی بر قمندان امنیتی ولایت لوگر حداقل 22 پلیس کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. مقامات ولایت لوگر به صدای آمریکا بیان می‌دارند که در این حمله 4 مهاجم انتحاری نیز کشته شدند. بر اساس گزارش، یکی از حمله کنندگان توانسته بود خود را به طعامخانه قمندان امنیه برساند. زبیولا مجاهد، سخنگوی ادعا شده طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی در نخستین رقابتش با تیم بنگلادش در جام جهانی کرکت آخرین تمرینات خود را قبل از مسابقه به سر می‌برد. با چند ساعت محدودی که با آغاز نخستین رقابت تیم ملی کرکت افغانستان باقی مانده است، بازیکنان تیم در نشست خبری قبل از مسابقه حضور یافتند. ملتی که به تازگی در دنیای کرکت با درخشش ظهور کرده، آخرین دور تمرینات خود را در 3 مرحله نهایی انجام داد. اما هرگز به مرحله بزرگتر و به یک روز بین المللی برای بازی ها اشتراک نکرده بود. مسابقات تیم کرکت افغانستان در مقابل بنگلادش بر روز چهارشنبه به وقت کابل، یعنی 18 ماه فوریه خواهد بود که با آن 5 دور تورنمنت را پشت سر خواهند گذاشت. این در حال است که بنگلادش یک کشور کاملا آماده برای بازی است و آزمایش کامل را در کرکت پشت سر نهاده است. لکن تیم ملی جوان کرکت افغانستان یگانه دور مسابقه را بین دو طرف که با پیروزی افغانستان در خاک بنگلادش انجامید به یاد دارد. محمد نبی، کپتان تیم کرکت افغانستان، میگوید در آستانه جام جهانی کرکت سطح هیجان برای اشتراک در این بازی در افغانستان در اوج خود قرار دارد. در میان صحبت از کمپ‌های پناهندگان، دشواری‌های وحدت یک ملت، کنفرانس خبری قبل از بازی کرکت در افغانستان و ظاهر شدن در برابر رسانه‌ها معمولی نبود. همه برای جام جهانی هیجان زدند و نیز همه هیجانی اند به دلیل این که اولین بار است در مسابقات جام جهانی کرکت اشتراک می‌کنیم و آغاز تورنمنت در مقابل بنگلادش خواهد بود. فشار بالای تیم افغانستان نیست. بنگلادش تحت فشار قرار دارد، زیرا ما در جام آسیا آنها را شکست دادیم. اندی مول، مربی تیم کرکت افغانستان، گفت
Bangladesh can look forward to a very hard game tomorrow. بنگلادش باید منتظر یک بازی دشوار باشد. ما در رقابت با آنها همه چیز را به درستی و به زمان مناسب انجام خواهیم داد و می توانیم نتیجه درست دریافت کنیم. ما انتظار داریم که اگر ما همه چیز را به درستی انجام دهیم نتیجه درست حاصل خواهیم کرد. با این حال با پیروزی که در بازی قبلی بین دو تیم در یکی از بازی‌های یکروزه بین المللی صورت گرفت، مربی تیم افغانستان علاوه بر این که میگوید بنگلادش میتواند انتظار یک مسابقه خیلی دشوار را داشته باشد، با تمام احترام به آنها تیم جانب مقابل با آزمون سخت روبرو خواهد بود. لیلا ماحبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک از شما پرسیده بودیم که در حالی که فقط تا چند ساعت دیگر تیم کرکت افغانستان در رقابت جام جهانی در برابر تیم بنگلادش حضور خواهد یافت، پیام شما به تیم کرکت افغانستان چیست؟ یکی از اعضا به نام عبدالبشیر ابراهیم خیل نوشته است: پیام من به ملی پوشان کرکت این است که با حوصله به میدان بروند و در مقابل حریف خود که بنگلادش است یک بازی بسیار عالی را آغاز نمایند و انشالله که برنده این بازی افغانستان خواهند شد. عضو دیگر صفحه آقای جعفر بیزاد از جوزجان نوشته است: ملی پوشان کشور عزیز ما باید بدانند که تنها نیستند، بلکه دعای خیر تمام مردم ما با آنان است. با تشکر از شما عزیزان که در صفحه فیسبوک در مورد موضوعات مختلف پست شده نظر می دهید و اگر تا کنون عضو این صفحه نشده اید، آدرس آن را به یاد داشته باشید: facebook.com/voatvashna. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. و حال به دور از اخبار سیاسی جهان، فشرده ای از خبرهای جالب و دیدنی آن را مشاهده می کنید که در گزارش همکارم خدیجه الکوزی جمع آوری کرده است. پیرو، اکثر مردم این طور می اندیشند که ورزش های آبی مختص به انسان هاست، اما این بار یک سگ که از نسل سگ های به نام بولداگ می باشد مهارت های خود را در ورزش اسکیت بورد و سرفینگ به نمایش گذاشت که همه را متعجب نمود. بایف با صاحبش در سایل لیما با اینکه امواج آب سرازیر می شد از این ورزش لذت می برد. مهارت های این سگ در صفحات یوتیوب و فیسبوک نیز توجه هزاران نفر را جلب نموده است. بولیویا، جود لاو هنرپیشه مشهور بریتانوی در یک جشنواره بولیویا حضور یافت که از سوی یک شرکت مشروبات به هدف ترویج فرهنگ این کشور به جهان دعوت شده بود. در این جشنواره گروه ها با پوشیدن لباس های فرهنگی رنگارنگ نمایشات و رقص ها را با فاصله 225 کیلومتر اجرا نمودند که مورد توجه قرار گرفت. این نمایشات و رقص ها که در آن حدود 30,000 رقاص، 10,000 نوازنده که تقریبا 50 گروه را تشکیل داده بودند و حیث یکی از میراث های فرهنگی توسط یونسکو ثبت شد. چین، در تقویم سال نو چینایی ها که هر سال را تحت نام یک حیوان عنوان می کنند، امسال در مناطق مختلف در انتخاب این حیوان اختلافات در میان آمده است که بعضاها گوسفند و تعداد هم بز و بز کویی را تصور می کنند، زیرا مشابه بودن آنها این نظریات را مطرح ساخته است. اما اکثر فرهنگی ها به این نظرند که سال جدید سال گوسفند است. این حیوانات که امسال نام زدند بیشتر مورد توجه کودکان قرار گرفته است. آمریکا، در هفته مد فشن در شهر نیویورک طراحان اندونزیایی نیز شرکت کرده و برجسته‌ترین مجموعه از طرح‌های خود را به نمایش گذاشتند. در این مجموعه که اکثر لباس‌ها آستیندار و دراز طراحی شده بود، مدل‌ها این مجموعه را با کلا، عینک‌های آفتابی و روسری به نمایش گذاشته بودند. طراح دایان بلینچی نیز یک مجموعه را با رنگ‌های مرغوب سرخ، آبی، طلایی طراحی نموده بود که مورد توجه نیز قرار گرفت.
با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم، ولی یادآور می شوم که یافته‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های رقابت میان تیم ملی کرکت افغانستان با بنگلادش را همکاران در صفحات اینترنتی رادیو تلویزیون آشنا قرار میدن و شما می توانید این معلومات را هر ساعت از طریق این صفحات به دست بیارید و نظریات خود را در مورد این رقابت با ما در میان بگذارید. در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا میزبان شما خواهد بود که با اخبار افغانستان و جهان و تحلیل ها و دیگر گزارش ها هم راست. امیدوارم بیننده و همراه ما در نیم ساعت بعدی باقی بمانید. عضویت در صفحات رسانه‌های اجتماعی را فراموش نکنید. دادن نظر را و دیدن این برنامه را که فردا باز هم با اخبار و تحلیل های مربوط به افغانستان و جهان همراه خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد.